اولیش اینه که قبلا خدمتتون عرض کردم، مردم چگونه تصمیم میگیرن، روی چیا چگونه تصمیم میگیرن. مهمترین مسئله که مردم تصمیم میگیرن چیه دوستان؟ اولین چیزی که مردم تصمیم میگیرن، بذار سوال یه جور دیگه مطرح کنم که در کتابتون نیست، یه چیزی یاد بگیرید. بلند مدت. ببینید کدام تصمیم فرده که بالاترین بلند مدت ترین اثر رو برای فرد به ارمغان میاره، یعنی بیشتر از هر چیزی طولانیه، خیلی طولانیه، اثرش خیلی ماندگار و پایداره. مهمترین تصمیمی که یک فرد میگیره در زندگیش چیه؟ من تا حالا نیدادم کسی جواب بده، دوستان دارن جواب میدن. آقایانه که همه رفتن سراغ ازدواج، اصلا تو کلاس هیچ وقت هیچ کس نگفت. آقای جعفری فکر کنم شروع کرد ازدواج رو مطرح کرد. آقای جعفری شما میدونید در کشوری داری زندگی میکنی که شاید از نظر طلاق کشور اول دنیاست. یه زمانی وقتی میگفتن کشورهای فرهنگ منحوسی که مثلا در کشور دیگه هست، فرهنگ منحوس باعث طلاق میشه. بعد متاسفانه الان اولیم، اگر این دلیل منحوس بودن یک فرهنگ باشه، متاسفانه الان اول هستیم. البته طلاق همیشه منفی نیست، حالا اینم بگذاریم. بله درسته، بله خیلی نسبت طلاق بالاست. پس طولانی ترین چیز تصمیم زندگی ازدواج نیست، ولی خیلی نزدیک بودید. نه کارم نیست، ولی خیلی نزدیک شدید و فکر نمی کردم. خانواده خیلی نزدیکید آقای استاد عباس. آفرین آقای حسین، ماشاءالله. ادامه نسل. فرزند آوری بلند مدت ترین تصمیمی است که هر فرد در زندگیش میگیره. تولد، خود فرد و تولد خودش هیچ اراده ای نداره، ولی پدر و مادرش، والدینش کاملا در بسیاری از افراد مختار بودند و فرزند آوردند. و وقتی میبینید یک جامعه ای تولد به شدت کاهش میگه پیدا میکنه، نرخ باروری به 1.4 به ازای هر دو نفر میرسه، میدونید که عاقبت این جامعه یا اوکراین یا روسیه است یا ژاپن یا ایتالیا است. و اگر افراد فکر میکنن ژاپن و ایتالیا الان خیلی جلو هستند، اشتباه میکنید. پس بنابراین مهمترین تصمیماتی که فرد میگیره، یکی از مهمتریناش فرزند آوریه، یکی از مهمتریناش ازدواج، یکی از مهمتریناش شغل کاره. حالا به جای اگر میخواستی طولانی تر از کار باشه، حرفه است، دانش، رشته تحصیلیه، انتخابی که میکنید. دقت میفرمایید؟ در مورد اینا خیلی صحبت میشه کرد که رفتار شغلی افراد، رفتار تحصیلی افراد، رفتار purchasing behavior، رفتار خرید افراد. هر روز دارن خرید میکنن، میدونی چقدر افراد با هم متفاوت خریداشون. رفتار مصرفی افراد میدونی چقدر با هم میتونه متفاوت باشه. فرهنگ‌های مختلف میدونی چقدر میتونه با هم متفاوت باشه. الان مثال زدم نروژ و ایران. یک فرد نروژی شاید هیچ وقت در خونه‌اش فرش نمیندازه، یک فرد ایرانی فرش میندازه، خیلی با هم متفاوتیم. گفتن ژاپن میتونه نیروی کار بگیره. آره میتونه بگیره، ولی باری کلا آقای نصاری سوال صحبت خیلی خوب. تصمیمی که مثلا جامعه در مورد مهاجرت میگیره، یک جامعه مهاجرپذیره، بنابراین شما میدونید که برای 50 سال آینده مشکل نخواهد داشت. کشورهای انگلوساکسون شامل کانادا، امریکا، انگلیس یا بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند برای 40-50 سال آینده مشکل جمعیتی نخواهند داشت. کشور روسیه و کشورهای اروپای شرقی و کشور ژاپن و به طور مشخص کل کشورهای اروپایی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند شد. کشور چین با مشکل خیلی جدی مواجه خواهد شد. چرا چین میخواد تا سال 2025 از نظر فناوری کشور اول دنیا باشه؟ چون با مشکل جمعیتی مواجهه. چین از 2030 به بعد با مشکل جمعیتی مواجه خواهد بود. چرا بنا هست که تحریم ها بر روی ایران تا سال 2035-2040 ادامه پیدا کنه؟ چون ایران الان دیگه کشور جوانی نیست. ایران قبلا جوانترین کشور دنیا بود. الان که کشور ایران میان سالترین کشور دنیاست و در آینده کشور ایران جز پیرترین کشورهای دنیا خواهد بود. وقتی که پیر شدیم تحریم ها رو من برمی‌دارن دیگه. یک شیر پیر فرتوت چه میتواند بکنه؟ پس بنابراین تصمیم هایی که میگیریم تصمیم های خیلی مهمیه در اقتصاد. تصمیم های مصرفی، تصمیم شغلی و تحصیلات، تصمیم ازدواج و فرزند آوری و
و تصمیم های پسنداز و سرمایه گذاری، اینا خیلی تصمیم مهمی هستن. سالهای دهه 1170 و ابتدای دهه 1180 ایران از نظر نسبت پسنداز در دنیا نقش در واقع وضعیت بسیار مناسبی داشت، از نظر میزان سرمایه گذاری در دنیا وضعیت بسیار مناسبی داشت. بنابراین اکثر اقتصاددانانی که روی کشور روی این کشور ما تمرکز میکردن برداشتشون این بود که در دهه 1390 که پنجره جمعیتی به روی ایران باز میشه و ایران بعد از کره جنوبی بهترین وضعیت جمعیتی در دنیا رو از دهه 1000 از 1390 تا امروز داشته، الان 12 ساله که ما از نظر جمعیتی بهترین وضعیت رو در دنیا داشتیم، برداشت این بود که ایران رشد اقتصادیش یک رشد اقتصادی دو رقمی ماندگار خواهد بود. 12 ساله که نرخ رشد اقتصادی ایران صفره. دقت می‌فرمایید؟ 12 ساله که نرخ رشد اقتصادی ایران صفره. اگر همون روند سرمایه گذاری که در دولت گذشته بود قبل از اون جهش نفتی سال 1386-87 تا روند اقتصادی که تا سال 1384 ادامه داشت، اگر الان ادامه پیدا میکرد ایران به مراتب جلوتر از ترکیه بود. ایران الان شانه به شانه نه در حد کره جنوبی و مثل کره جنوبی عمل میکرد. چگونه ممکنه؟ ببینید ببینید ما برندگان متعدد جایزه نوبل داریم، ولی یکی از مهمترین برندگان جایزه نوبل که دوستانی که در کلاس اقتصاد کلان شرکت کردن آشنا هستند و من افتخار داشتم یک بار 2 ساعت با ایشون صحبت کردم، فردی هستند به نام آقای رابرت لوکاس یا راب لوکاس، استاد برجسته اقتصاد از دانشگاه کارنگی ملون، رفت به دانشگاه شیکاگو و در اونجا علم تحول جدی در علم اقتصاد کلان به وجود آورد، به طوری که اصلا ایشون به عنوان یک انقلابی شناخته میشه. Rational Expectations Revolution رو در واقع لیدر رهبر انقلاب انتظارات منطقی یا انتظارات عقلانی در دنیا آقای رابرت لوکاس بوده. آقای رابرت لوکاس در 1980 خورده دقیق یادم نیست 83-84 شاید بود یک مقاله ای داره که شاید یکی از مهمترین مقاله های علم اقتصاد در تاریخ علم اقتصاد اون زمانی که من مطالعه میکردم، یه چیز حدود 10-12-13 سال پیش وقتی اینا رو مطالعه میکردم، اون زمان 8000 سایتیشن به این مقاله آقای رابرت لوکاس ارجاع داده شده بود. 8000 مقاله، الان شاید مثلا 20000 باشه، نمیدونم، دوستان سرچ کنن به من بگن. اسم مقاله هست On the Mechanics of Economic Development. این یکی از بهترین مقاله هاست، اگر میتونید لینکشو بذارید اینجا، یکی از بهترین مقاله های علم اقتصاد. توصیه میکنم حتما این مقاله رو بخونید یک روزی، حداقل اولش رو بخونید. چرا بخونید؟ برای اینکه از یک کشوری نام میبره آقای لوکاس، میگه مایه تعجب مردم دنیاست، مایه تعجب همه اقتصاددانست که چگونه ممکنه یک کشوری در مسیر توسعه بوده، با سرعت داشته به سمت توسعه میرفته و بعد یه دفعه متوقف بشه و تمام اون مسیر گذشته رو از بین ببره و منهدم کنه. میدونید اسم اون کشور چیه که در شاید یکی از مهمترین مقالات اقتصاد تاریخ علم اقتصاد در جهان آمده؟ بله، ایران بود. یعنی خیلی مایه تأسفه، خیلی مایه تأسفه. یک مسیری رو ما داشتیم میرفتیم متوقف شده، یک تلاشی هم کردیم. حتی من در یک مصاحبه چند روز پیش عرض کردم ما تا همین ابتدای دهه 90 از نظر رشد شاخص HDI در دنیا کشور اول دنیا بودیم. Human Development Index HDI در دنیا یعنی توسعه انسانی، کشور ایران کشور اول دنیا بوده بعد از انقلاب هم اتفاق افتاده. هیچ چیش متعلق به قبل از انقلاب هم نبوده. با اینکه رشد اقتصادی مناسبی هم نداشتیم. دقیقاً فهمید. اونی که آقای لوکاس اشاره میکنه به ایران دهه 40 اشاره میکنه. اونی که HDI اشاره میکنه به دوره بعد از انقلاب اشاره میکنه، ولی همه چی متوقف بشه. خیلی جای تأسف داره که در زمانی که پنجره جمعیتی براتون باز میشه همون زمان رشد اقتصادی صفر بشه. البته تحریم هم نقش داشته، ولی قطعا سوء مدیریت و اعمال نفوذ در جهت تخریب اقتصاد خیلی راحت با طیب خاطر این در واقع سیاست های مخرب داره پیاده میشه.
Thank you.